بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه کانکور در خانه از تلویزیون نگاه. امیدوارم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. روز گذشته معادلات جذری، معادلات نمایی، معادلات قیمت مطلقه و معادلات پولینومی خوانده شد. از بخش معادله کسری هم یک قانون که استفاده از طرفین وسطه این بوده سوال حل شده و یک بار دیگه ما باز هم از همون قانون مثال دیگه را کار میکنم. بعد از او قانون دوم که مورد استفاده قرار میگیره در حل معادلات کسری، او را باز مرور خواهیم کرد. 2x جمع 3 بر 4x جمع 5 هست. گفته شده که این سوال مساوی است به 2 بر 3. قیمت x این معادله خواسته شده. کدام سوالا را با استفاده از قانون اول حل کرده میتونیم؟ در ریاضی سوالاتی که شکل تناسب داشته باشند از طریق طرفین وسطه این حل شده میتونن. پس به خاطر دریافت قیمت x طرفین وسطه این انجام میدیم. این دو تا را با هم دیگه ضرب میزنیم، این دو تا را با هم دیگه ضرب میزنیم. خب اگه 4x ضرب 2 بزنیم 8x بعد از میایه، 5 هم ضرب 2 10 هسته. ای دوتا رو ضرب زدیم، حالا ای دوتا رو باز ضرب بزنیم. 3 ضرب 2x 6x هست و 3 ضرب 3 هم 9 هسته. 6x جمع 9. طرفین وسط این سوال انجام دادیم. بعد از او عملیه معلوم مجهول انجام میدیم، یعنی x رو یک طرف میاریم، اعدادی که بدون x وارد دیگه طرف انتقال میدیم. 8x خودشه، 6x ایستو میاریم منفی 6x، مساوی 9 خودشه، مثبت در او طرف میبریم منفی 10. اگر از 8 تا x 6 تا x کم کنیم، 2 تا x باقی میمانه و در صورتی که از 9 در کم کنیم منفی 1 باقی میمانه. آلی سوال به 2 تقسیم میکنیم، هر دو طرف معادله را باید به 2 تقسیم کنیم. اگر سمت چپ را به 2 تقسیم کنیم، این 2 خلاص میشه و x باقی میمونه. اگر منفی 1 را به 2 تقسیم کنیم، منفی 1 بر 2 حاصل میشه. پس قیمت x در این معادله منفی 1 بر 2 هسته. یک سوال دیگه هم از همین قسمت من کار میکنم. سوال است 4x جمع 12 بر x مربع جمع 2x جمع 2 مساوی با 0. قیمت x این معادله خواسته شده، یک معادله کسریه، 0 مخرج نداره. اگر یک عدد بدون مخرج باشه، یعنی مخرج از او 1 هست، 0 بر 1 مخرج 1 خودمون علاوه کردیم. حال طرفین وسطین 1 ضرب صورت، پس خود صورت یعنی 4x جمع 12 مساوی 0 ضرب مخرجم، پس 0. خب 4x خودشه، 12 را او طرف میبریم منفی 12. سوال با 4 تقسیم میکنیم، این 4 خلاص میشه، x میمانه، منفی 12 هم تقسیم با 4 منفی 3. پس قیمت x این معادله منفی 3 هسته. دو سوال از قانون اول معادله کسری کار شده. بعد از اون من سوالاتی را کار میکنم که از طریقه با استفاده از قانون دوم این سوال حل شود. قانون دوم که در حل معادلات کسری مورد استفاده قرار میگیره، بیشتر در سوالاتی استفاده میشه که بیشتر از یک معادله، بیشتر از یک کسر در یک طرف معادله باشه. بیشتر که کار کردیم، یک دانه کسر طرف چپ بود، یک دانه کسر هم طرف راست. اگر از یک دانه کسر بیشتر باشه، از قانون دوم باید استفاده شود. 2 بر x جمع 3 جمع 4 بر x جمع 2 مساوی هست به مساوی به 3 بر x جمع 3 و x جمع 2. به این دلیل که ما معادله درجه اول خواندیم ولی درجه دو را هنوز نخواندیم،
به همین دلیله که مخرجایی که در این طرف معادله آمده در اون طرف هم همو آباد بیه، یعنی تکرارن باشه. و بعدن سوالایی را حلشان میخوانیم که در معادلات درجه دو سوالایی را میخوانیم که مخرجهایی که اینجا میایه با اون طرف مختلف باشه، ولی در درجه اول باید حتما یا یکسان باشن. قانون حل سوال، قانون دوم حل معادله کسری، هر دو طرف معادله را میتونیم با کوچکترین مضرب مشترک یا مخرج سوالا ضرب بزنیم. پس در حل این سوال هر دو طرف معادله را با x جمع 3 و x جمع 2 ضرب میزنیم. با x جمع 3 و x جمع 2 با ضرب شوه. هم قسمت اولی باید با او دوتا ضرب شوه، هم قسمت دوم باید با او دوتا ضرب شوه، و هم قسمت سوم سوال باید با او دوتا ضرب شوه. اولی را ضرب میزنیم، سوال اولی را با او دوتا ضرب میزنیم. x جمع 3 و x جمع 3 خلاص، یک دانه دو در صورت باقی میمانه. x جمع 3 هم خب با x جمع 3 خلاص شده، x جمع 2 باقی میمانه. سوال اولی را با او دوتا ضرب زدیم، چیزی که باقی مانده او را نوشته کردیم. حالی خودتان هم باید جواب داده بتانید اگر قسمت دوم سوال با او ضرب بزنیم چه چیزی باقی میمانه. x جمع 2 و x جمع 2 خلاص میشه این دفعه، یک دانه 4 در صورت باقی میمانه، 4، و دیگه x جمع 3 باقی میمانه. x جمع 3 مساوی به این دفعه هر دوی از یا به هر دوی از یا خلاص میشه. این دفعه هر دو مخرج با او دوتا خلاص میشه و فقط صورت سوال باقی میمانه، یعنی فقط سه باقی میمانه. عملی ضرب را انجام دادیم، مخرجایی که قابلیت اختصار داشت را اختصار کردیم، این چیزی که باقی مانده. متباقی سوال حلش ساده هست، خوانده شده، باید بتانید کار کنید. اعداد با همین قوسا ضرب میزنیم، حدود مشابه را جمع و تفریقش کار میکنیم. دو ضرب x 2x، دو ضرب 2 هم 4 هست. 4 ضرب x 4x، 4 ضرب 3 هم 12 هست. مساوی با 3 که در آخر آمده را هم نوشته میکنیم. 2 تا x و 4 تا x جمعشان 6x هست. جمع کرده میاره. 4 و 12 هم جمعشان 16 هست. و مساوی با 3 هم خودشه. 16 را او طرف معادله میبریم. من متباقی سوال در این قسمت کار میکنم. این 6x خودش هست، مساوی با 3، مثبت 16 را او طرف میبریم، منفی 16. باز هم 6x خودشه، 3 منفی 16 منفی 13 هست. عالی، سوال در 6 باید تقسیم کنیم. اگه سوال با 6 تقسیم کنیم، این 6 خلاص میشه x میمانه و این منفی 13 بر 6 هسته. این قیمت x هسته. قیمت x این معادله مساوی به منفی 13 بر 6 بوده. خب تمام معادلاتی که ما تا این قسمت حلشان خواندیم یک مجهوله بوده، فقط حرف x لوا استفاده شده بوده. حالی سوالاتی را میخوانیم که دو مجهوله باشه، یعنی اگر در یک معادله حرف x و حرف y استفاده شده باشه، او را از کدام طریقه کار کرده میتونیم؟ معادلات دو مجهوله. خب نکته اول، یک معادله دو مجهوله دارای بی نهایت جواب هست. یک معادله دو مجهوله دارای بی نهایت جواب هست، یعنی x جمع y مساوی با 10، این یک سوال هست. x جمع y مساوی با 10، اگر گفته شود جواب این سوال کدام هست، شما میگید به خاطر که این معادله دو مجهوله است، هم x و هم y داره، پس یک دانه معادله دو مجهوله بی نهایت حل داره، بی نهایت حل داره. به همین دلیل که یک معادله دو مجهوله بی نهایت حل داره، در ریاضی تو یک سوال بر ما نمیدن x جمع y مساوی با 10 بگیر حل کنید. دلیلش هم همی است که تعداد جوابا زیاده.
خب آلی طور مثال من سه تا جواب بر ازی پیدا میکنم. سه تا جواب پیدا کردن جوابام ساده است از این سوال. دو تا عدد را برای من بگید که جمع از او ده شود. کدام دو عدده که حاصل جمعشان ده را پوره میکنه؟ مثلا دو و هشت حاصل جمعش ده هست. مثلا پنج و پنج جمعشان ده را پوره میکنه. مثلا صفر و ده جمعشان ده را پوره میکنه. میتونی جای را تبدیل هم کنی، میتونی صفر و ده نوشته کنی، میتونی ده و صفر نوشته کنی. تعداد ای اعدادی که حاصل جمعشان ده را پوره کنه بسیار زیاده. به همین خاطر من فقط سه جواب این معادله را پیدا کردم. به خاطری که این معادله ها حل مشخص داشته باشن به سیستم ضرورته. سیستم از دو یا چند معادله تشکیل میشه. من شکل عمومی سیستم معادلات دو مجهوله رو نوشته میگنم. A1 X جمع B1 Y مساوی با C1. A2 X جمع B2 Y مساوی با C2. این شکل عمومی یک معادله دو مجهوله هست. اگر یک سوال یک معادله دو مجهوله باشه از طریقای مختلف قابل حل هسته. طریقی که از همه بیشتر مورد استفاده قرار میگیره طریقه افنا هست. طریقه تعویض کمی مشکل تر هست و این کمتر مورد استفاده قرار میگیره. طریقه مساوات هم ساده هست، این هم مورد استفاده قرار میگیره. بعد از او طریقه دیترمینانت هست، این طریقه هم ساده یا مورد استفاده قرار میگیره. طریقه دیگه طریقه گراف هست، این هم در حل بعضی از سوالا مورد استفاده قرار میگیره. و دو طریقه دیگه هم داریم، طریقه حذفی هست و طریقه عکس متریکس یا معکوس متریکس که واقعا باز بعدن خوانده میشه، مربوط به این قسمت نیست. من طریقایی که در این قسمت خوانده میشه را بعضی سوالا رو کار میکنم و یک سوال از هر طریقی که حل شوه باید عین جواب پیدا شوه. مثلا یک سوال به شاگرد یک سنف داده میشه، دو یا سه نفر از او از طریق افنا کار میکنه، یک نفر از طریق تعویض کار میکنه، سه یا چهار نفر از طریق مساوات کار میکنه. اگر طریق حلشان صحیح باشه باید از همه شاگردا جوابی که بعد از میایه یکسان باشه. اگر یکسان نبود یعنی طریق های حل از او غلط بوده، در کدام قسمت محاسبه اشتباه صورت گرفته. خب سوال اول از طریق افنا من سه سوال کار میکنم. اگر این سه سوال یاد بگیرید در حل معادل از طریق افنا کدام مشکلی باقی نمیمانه. دو اکس جمع سه وای مساوی به یک هست، اکس منفی سه وای هم مساوی به هشت است. این یک معادله. سوال اول از طریق افنا گفته کار کنید و اکس پیدا کنید. سوال دوم 4 اکس جمع وای مساوی به 5 هست، 2 اکس جمع وای هم مساوی به 1 هست، مساوی به منفی 1 هست. این سوال دوم. و سوال سوم، سوال سوم از همه بیشتر مهمه. بیشتر سوالا یا اکثر سوالایی که برای ما داده میشه از همین قانون سوم هست. 2 اکس جمع 3 وای مساوی به 7 و 3 اکس جمع وای مساوی به 7 هست. گفته قیمت اکس یا وای این سوال پیدا کنی. سه سواله. سوال اول در این قسمت هم مثبت 3 وای آمده، در این قسمت منفی 3 وای آمده. هر وقتی که ضرایب معادله مساوی و مختلف العلامه باشه باید دو تا معادله رو با هم دیگه جمع کنیم. قانون اول خوب متوجه باشید، هر معادله دو مجهوله ای که ضریب یکی از حروف مساوی و مختلف العلامه باشه، مساوی و مختلف العلامه، قانون حلشان جمع هست. بعد همون دو تا سوال با هم دیگه جمع کنیم. در اینجا مثبت سه وای این منفی سه وای، مساوی هست ولی مختلف العلامه، پس یارو جمع میکنیم. دو دانه اکس با یک دانه اکس میشه سه دانه اکس. مثبت سوای و منفی سوای خلاص میشه.
یک و هشتم جمعش نو هست. نو. آلی سوال به سه تقسیم میگنیم به ضریب اکس. اگه سوال به سه تقسیم کنیم این سه خلاص میشه اکس میمانه و نو تقسیم به سه هم سه. پس قیمت اکس این معادله سه هسته. قیمت اکس این معادله سه هسته. قیمت اکس پیدا کردیم. قیمت وای را حالی باید پیدا کنیم. همی اکس که قیمت اکس سه شده، همی سه را یا در سوال اول در اکس باید قیمت گذاری کنیم یا در سوال دوم تا حرف وای پیدا شه. قیمت یکی از حروف از طریق جمع یا افنا پیدا کردیم، قیمت حرف دیگر را توسط قیمت گذاری پیدا کرده میتونیم. ما همی سه را در سوال دوم قیمت گذاری میکنیم. اگر شما در سوال اول هم قیمت گذاری کنید باید عین جواب پیدا شود. سوال اولی اکس منفی سه وای مسیح به هشت است، بنابراین در جه اکس سه را قیمت گذاری میکنیم. سه منفی سه وای مسیح به هشت، منفی سه وای را او طرف میبریم، هشت میسو میارم. سه منفی هشت مسیح به سه وای، منفی سه وای را او طرف بردم. سه منفی هشت منفی پنجه، سه وای هم خودشه. سوال به یک سه تقسیم کنید، منفی پنج بر سه مساوی به وای هست. این هم قیمت وای. قیمت وای توسط قیمت گذاری بعد است آمد. آلی سوال دوم، در سوال اول این رو یاد گرفتیم که اگر مساوی و مختلف العلامه بود جمع شود. آلی در سوال دوم این رو یاد میگیریم که اگر مساوی و هم علامه بود تفریق شود، اگر مختلف العلامه بود جمع، اگر هم علامه بود تفریق شود. به خاطری که این مثبت یک وای هست، این هم مثبت یک وای هست، مساوی هم هست، هم علامه هم هست، پس باید تفریق شود. در تفریق پولینوم، پولینوم اولی خودش بوده، تمام علامه های سوال دوم را تغییر میدادیم. پس در این قسمت هم تمام علامه ها را تغییر میدیم. علامه ها را تغییر دادیم، از 4 تا اکس دو تا اکس کم کنیم، دو تا اکس باقی میمانه، مثبت وای و منفی وای خلاص میشه. پنج و یک هم جمعشان شش هست. باز هم سوال بعد دو تقسیم میگنیم، قیمت اکس این دفعه سه هسته. قیمت اکس پیدا کردیم سه. قیمت وای را کار خانگی در خانه خودتان پیدا کنید. همی سه را اگر در سوال اول بانی یا در سوال دوم و او عملیه ضرب و جمع و تفریق کارگونی وای پیدا میشه، مشابه به عملیه که اینجا انجام شد، توسط قیمت گذاری وای را پیدا کنید. و سوال سوم، سوالی که گفتیم از همه بیشتر مهم هست، اکثر سوالی که برای ما داده میشه از همی قانون هسته. خب من این سوال از طریقه افنا کار میکنم. این دفعه ضرایب معادله مساوی نیستن، اینجا دو و سه آمده، اینجا سه و یک آمده. ضرایب معادله مختلف هست. اگر ضرایب معادله مختلف باشه، توسط عملیه ضرب و در بعضی سوالات توسط عملیه تقسیم ضرایب را مساوی میسازیم، بعد از او توسط جمع و تفریق قیمت حرف نامعلوم را به دست میاریم. این معادله ضریب وای یک هست، اگه ضریب نداشت ضریبش یکه و سوال بالا هم ضریب وای سه. پس معادله را با سه و یک ضرب میزنیم با ضریب وای. شما میتونید همین معادله را با ضرایب اکس هم ضرب بزنید، یعنی با دو و سه ضرب بزنید. عدد پایین سه، پس این سوال ضرب سه میزنیم. عدد بالا دو، پس این سوال ضرب دو میزنیم. خب پس این معادله ضرب یک شوه. عدد پایینه با سوال بالا ضرب بزن، عدد بالایی را با سوال پایین، این را با سه ضرب بزن. ما هر دو معادله را با یک و سه ضرب زدیم. پیشتر هم گفتیم میتونید با سه و دو هم این دو معادله را ضرب بزنید. سوال اولی ضرب یک، اگه ضرب یک شوه خب پس خودشه، پس خود دو اکس جمع سه وای مساوی به هفت. سوال اولی ضرب یک شده و خودش بعد از آمد. سوال دومی را ضرب سه میزنیم، سه اکس ضرب سه میزنیم نو اکس، یک تا وای ضرب سه شد و سه وای هست. هفت ضرب سه هم بیست و یک هست. هفت ضرب سه بیست و یک.
از این قسمت به بعد قانون اول یا قانون دومه؟ سوال با دقت ببینید، خودتان این را باید تشخیص داده بتانید. مثبت سوای، مثبت سوای، هم علامه. گفتیم اگر عددا مساوی و هم علامه بود باید تفریق شوه. در تفریق هم تمام علامات تغییر میخوره. از دو تا اکس 9 دانه اکس کم کنیم، منفی 7 اکس باقی میمانه. مثبت سوای و منفی سوای خلاص، 7 منفی 21 هم منفی 14 بدست میایه. حالی منفی 14 را در منفی 7 تقسیم میگنیم، منفی به منفی خلاص، 14 تقسیم به 7 هم 2. پس قیمت اکس این معادله 2 هست. قیمت اکس را پیدا کردیم 2. قیمت وای را گفتیم از طریق قیمت گذاری باید پیدا شود. خودتان عملی قیمت گذاری را انجام بدید، قیمت حرف وای هم پیدا میشه. این سوال از طریق افنا کار شد. این دفعه همین سوال از طریق مساوات کار میکنیم و باز هم باید همین جواب حاصل شود. باید قیمت اکس 2 شود. قیمت وای را هم در خانه کار کنید، حتما باید 1 شود. خب قانون حل سوال از طریق مساوات. در طریق مساوات قیمت یکی از حروف را از جنس حرف دیگه باید پیدا کنیم. اول ما خود سوال در این قسمت نوشتم، میگنم خود معادله 2x جمع 3y، 2x جمع 3y مساوی با 7 هست. و سوال دوم نوشتم میگنم 3x جمع y، یک تا y هست، مساوی با 7. این دفعه همین معادله را از طریق مساوات کار میکنیم. در حل سوال قیمت x یا قیمت y فرق نمی کنه. قیمت یکی از حروف را باید کسری پیدا کنیم. من y را به شکل کسری پیدا می کنم، هم از سوال اول و هم از سوال دوم. از هر دو سوال یا از هر دو معادله y را به شکل کسری پیدا می کنم. سوال اول به خاطری که ضریب y 3 هست، در مخرج با 3 نوشته شده، 3 را نوشته می کنیم. در صورت سوال 7 خودش هست، مثبت 2x او طرف میبریم میشه منفی 2x. اول 7 نوشته کردیم، مثبت 2x او سپردیم منفی 2x شد، ضریب y 3 بود، 3 هم در مخرج نوشته کردیم. آلی سوال دوم، معادله دوم y ای سواله باید به شکل کسری پیدا کنیم. ضریب y این دفعه 1، پس در مخرج باید 1 نوشته شده. میتونیم مخرج 1 اصلا نوشتم نگنیم، فقط بگیم 3x ایسو میاریم، 7 منفی 3x مخرجت نداشته باشه. خب پس 7 خودشه، مثبت 3x او طرف میبریم منفی 3x. این مرحله اول حل سوال. مرحله اول حل سوال همی بود که قیمت وای هر دو سوال به شکل کسری پیدا کردیم. حالی مرحله دوم همی دو تا سوال کسری را با هم مساوی قرار میدیم و عملیه طرفین وسطین انجام میدیم. 7 منفی 2x بر 3 مساوی هست به 7 منفی 3x بر 1. همی دو تا سوال کسری را با هم دیگه گفتیم مساویه. این یکی از قوانین معادله هست که اگر یک طرف معادله با هم مساوی بود، طرف دیگه معادله را با هم دیگه مساوی قرار داده میتونیم. طرفین وسطین انجام میدیم. 7 ضرب 1 7، 2x هم ضرب 1 شوه، پس خود 2x مساوی. 3 ضرب 7 21، 3 ضرب 3 هم 9، 9x. طرفین وسطین هم انجام شد. حالی معلوم مجهول انجام میدیم. منفی 9x را این طرف میاریم و 7 را این طرف میبریم. منفی 9x را ایسو میاریم میشه مثبت 9x. این منفی 2x هم خودشه، مساوی به 21. 7 را او طرف میبریم میشه منفی 7. مثبت 7 را ایسو بردیم منفی 7 شد. از 9 دانه x، از 9 دانه x 2 دانه x کم کنیم، 7 تا x باقی میمانه، 7 تا x. و از 21 7 کم کنیم 14 باقی میمانه. سوال ده 7 تقسیم میکنیم، قیمت x مساوی با 2 هست. سعی کنید هم از طریق تعویض، هم از طریق مساوات قیمت x 2 شده، هم از طریق افنا جواب x 2 شده.
اگر کدام طریق دیگه هم استفاده شود قیمت x دو پیدا شود. قیمت y سوال چه رقم پیدا کنیم؟ قیمت x خود دو بعد است آمد. اگر همی دو را در سوال اول یا در سوال دوم قیمت گذاری کنید قیمت y هم پیدا میشه. شما میتونید وقتی که آسانتر سوال حل شود در طریقه مساوات میتونید در بخش کسر اول یا کسر دوم هم قیمت گذاری انجام بدید. ما در قسمت کسر دومی قیمت گذاری را انجام میدم. وای مساوی با 7 منفی 3 درجه x باز بعد 2 را نوشته کنیم. درجه x جوابی که بعد از تا آمده یعنی 2 را نوشته کردیم. 3 ضرب 2 خود 6 هست. اگر از 7 6 را کم کنیم 1 بعد از میایه. پس قیمت وای هم 1 است. قیمت x این معادله 2 شده، قیمت y هم 1 شده. ست حل که نوشته میکنی اول حتما باید x نوشته شوه بعد از y نوشته شوه. اگر همی عدد 2 را اینجا قیمت گذاری را انجام بدیم من باید قیمت y 1 شوه، یا در سوال اول یا در سوال دوم هم قیمت گذاری شوه 2 قیمت x بوده و y 1 حاصل میشه. درسی که امروز خوانده شد معادلات کسری بوده و بعد از او سیستم معادله دو مجهوله را خواندیم از دو طریقه، طریقه افنا و طریقه مساوات. طریقه تعویض، طریقه دیترمینانت، این موضوعات باقی مانده. انشالله در برنامه بعدی طریقه های حلی که باقی مانده را خواهیم خواند. تشکر که تا این لحظه را با ما بودید. تا برنامه بعدی همه شما را به خدای